بله بیننده های عزیز، در ادامه ویژه برنامه ایدی خوش آمدین و امیدوار هستم که روز دوم اید رم تا ایدم به خوشی و خوبی سپری کرده باشین. و در این بخش برنامه خود ما بخش محلی خانها را با خود داریم. امیدوار هستم که بیننده برنامه خودتان باشین و آهنگ هایی که امروز اینا در برنامه آوردن از شنیدن آهنگ ها لذت ببرین. بله، ما گروه محلی را با خود داریم. آقای خاکسار بغلانی آوازخوان هستند و همچنان دنبوره نواز امیرخان خاکسار آوازخوان و دنبوره نواز که هر دوشان بیادر هستند. و همچنان احمد ضیا نظیر بغلی می نوازد، جاوید دولک نواز، همایون بیزرر ارمونیه نواز و آقای گلاغا رباب نواز، اینا را با خود داریم و امروز آهنگ های بسیار خوب و ویژه ایدی تقدیم شما بیننده ها میکنه. امیدوار هستم که ما را بیننده باشین. با آقای خاکسار شما را با گروهتان خوش آمدید میگیم. امید که ایده خوب و خوش را داشته باشین و همچنان هر روزتان هر ثانیه زندگیتان مملو از خوشی باشد. در رابطه با روز اول اید اگر سوال کنم چی رسم و رواج دارین، کجاها رفتین و چی کارها انجام دادین در روز اول اید؟ تشکر خواهر قند. دیگه من به نوبه خود اید سعید فطر به شما و بیننده های تلویزیون نگاه تبریک و تهنیت عرض می دارم به تمام مسلمانان جهان و بالخصوص مردم غیور افغانستان. عید سعید فطر تبریک و تهنیت عرض می دارم. خدا کنه یک عید پر از مملو محبت و خوشی داشته باشند. رسم و رواج ما خوار قندمی است که دیگه خانه دوستان میریم عید گشتگ و مثال همراه دوستا هم دوالا. دیگه از ما خوب است که به دنبوره من میبرم که دوستان اینجا دیگه میریم خانه دوستا یک عید مبارکی میکنیم یک چهار دقیقه ساتری و میگه پاس. بعضی ها میگن که آوازخوانا که هست باید لباس های زیاد جور کنن، دیگه زیاد مصروف میشن، یعنی در رسانه ها هر روز عیدشون در رسانه ها میگذره، دیگه لباس های نو هم باید زیاد جور کنن. قن همین قسم هست شما هم لباس های زیاد جور میکنیم به فکر. تشکر، زنده باش خوار قند. والله از ما خو دیگه هست فضل خدا یک پنج جوره جور کردیم یک پنج جوره کالا به خاطر دیگه دیگان تلویزیون که میریم یا که خانه دوستان میریم دیگان محفل از ما باید کالای ما نو باشه دائمی. خب آقای بغلانی، اگر لباسات تکراری باشد در امر یک لباس در هر رسانه برین اشکال داره؟ 100% خواهر قند، باید دیگه آدم لباسای آدم تغییر داشته باشه، یک آهنگ آدم بلکه تغییر داشته باشه. در یک تلویزیون که میخونه باید یک آهنگ در تلویزیون دیگه، اگر باید هنرمند یک شعر دیگه داشته باشه. بله آقای بغلانی، شما در گپهایتان گفتین که معمولا در روزای عید ما دنبوریم همراه ما است. او تو یک روز شده که در ایچ شما جای رفته باشین و با دنبورتان نخونده باشین؟ والا او رقم هم از خانه یکان دوستایی که مثلا کدام کمی مشکل داشته باشه یا چی یکان گپای دیگه باشه، گپای زندگی دیگه از روی مجبوری دیگه. در غیر از او دنبورم دائمی قایمه است، یعنی می ویزه و پاسپورت هم است در کل آشناسنامه هم است. خب یعنی داخل افغانستان یعنی ویزه و پاسپورت سان دنبورتون می باشه؟ آه در داخل افغانستان. البته خارج از کشور شاید کار نتایید ویزه و پاسپورت. نه خارج از چی هم رفتیم، پاکستان هم رفتیم یک چکر. البته با این ویزه تون نمیمونن. همو جب رفتیم در پیشاور پرسان کرده گفته چی است، ما گفتیم دنبوره. دیگه ما اجازه داده گفته برو هنرمند است. نه تذکره و ویزه اصلیتون باید کتون باشه در کنار از اینکه ایر خود داخل افغانستان تذکره و ویزه تون. بیرون از افغانستان باید ویزه و پاسپورت داشته باشه. بله خب والا جان، بیننده هم خسته نشه اگر یک آهنگ شما بشنویم آقای بغلانی. تشکر، زنده باش خوار قند. یک آهنگ نو است دیگه در بخش ایدی است میخوانم با دوستا، خدا کنه که خوش شد. امروز عید از خوشحالی دا پیراهن نمی گنجم که فردا با نگاری خود مبارک باد می تان وطن دارم تبریک، روز شاد و مانتان تبریک، عید تان وطن دارم تبریک، روز شاد و مانتان تبریک. Thank you.
ایامی شاد در وطنی ما ایامی شاد در وطنی ما با پدر و مادران تبریک با پدر و مادران تبریک ایدتان وطن داران تبریک روز شاد و مانتان تبریک خوجستانیتان مبارک روزی خوجستانیتان بر ملت قهرمان تبریک بر ملت قهرمان تبریک ایدتان وطن داران تبریک روز شاد و مانتان تبریک روز شاد و مانتان تبریک ازبکست زارا یا کی تاجی تان وطن داران تبریک روز شاد و مانتان تبریک ایدتان وطن داران تبریک روز شاد و مانتان تبریک کوچک و بزرگان تبریک بر کوچک و بزرگان تبریک ایدتان وطن داران تبریک روز شاد و مانتان تبریک روز شاد و مانتان تبریک بله واقعا عالی بود و در روزهای عید همه آهنگا واقعا میچسبه که کلگی گوش کنن و خوشحال باشن. خب آقای بغلانی اگر در رابطه با خودتون سوال کنیم که شما چه زمان آغاز به فعالیت کردید، یعنی خواستین هنرمند باشین، از کدام سالها و کی حمایتگر و تشویقگرتون بود که باید ادامه بدین راه؟ تشکر، زنده باشی، آرام باشی. هنرمندی ما خو گرچه پیشه ما دیگه چیز بود، یک مثلا کدام پیشه خاص نداشتیم، پیشه آزاد بود دیگه. در حقیقت من دنبوره را یاد نداشتم دیگه، دیگان محفلای دوستا که می رفتم من تو شوقی می خواندم، می دیدم که در اکتوی هنرمند هسته، هنرنمایی داره، باز من می خواستم که بخوانم. باز البته دوستا باز بعد از اون مرا گفت یک صدای خوبیش داری، صدای چی میشه، باید تو دنبوره را یاد بگیری. باز همی دنبوره را کم کم چی کدم، انمو بود که او وقت در پلاخمری بودیم، باز یک رادیو را تراجمیر میگم اونجا دعوت شدیم. دم رادیو که یک دفعه خواندیم باز دوستات تشویق کرد، بعد از اون دلم شوق آمد
یعنی بالاخره سر دمارت در اون هنرمندی کشانده. بله, بله بسیار مقبول خواندین, واقعا خیلی آهنگ زیبا بود و زهره جان من خودم بسیار با آهنگ محلی علاقه زیاد دارم و خودم واقعا خیلی لذت بردم. چطور خودت در آهنگ محلی علاقه داری یا خیر؟ دقیقا من اولین بار بود موسیقی لایف دیده بودم محلی, البته واقعا زیبا بودند و آقای بغلانی هم صدایشون بسیار زیبا هست و زیبا سرودند. و آقای بغلانی اگر سوال کنیم که تنها از آلات موسیقی دنبوره یاد دارین یا کدام آلات دیگر هم یاد دارین در کنار از که دنبوره می نوازین و آواز می خوانین؟ تشکر, زنده باشی. من اصلا دنبوره می نوازم و می خوانم, دیگه یک 10% یا 20% دستم در هرمونم میگرده, دیگه یک آله دیگر غیجک میگه برام یک 10-20% یاد دارم, دیگه یعنی آلای موسیقی را یک کم بیش یاد دارم. بسیار عالی. آقای بغلانی گفتم میتونین که یا آهنگ خواندین, شعرش از کی است و چند مدت روی یا آهنگ کار کردین؟ تشکر, زنده باشی. این شعر که است به نام یک کسی را استاد حسن میگه, ایجا اشاره کردم که استاد حسن نوشت با قلم خود. دیگه بسیار یک شاعر پرتوان است که ضیافی هنرمندار شعر میده, دیگه از استاد حسن است این شعر. بله, خب آقای بغلانی و آلیا جان روز عید است, اگر خود بیننده قرار بتیم قصه و قدر خوش آدم نمه آهنگ بهتر است. بله. اگر آهنگ دیگه آمادگی دارید؟ تشکر, زنده باشی. آهنگ دیگه آماده است, می خوانم خدا کنه که خوشی دوستا بیاید. بله, واقعا آهنگتون زیبا بود و یک خودتون صدایتون زیبا هست, آهنگا حتما مورد علاقه بیننده هست. تشکر, زنده باشیم. دیگه آهنگ خودش شروع میکنیم. ادامد و ادامد روزی رفت باز آمد, فرمان خالقی پاک بر سری دنیا آمد. مرا گفت که بیا بخانم تا با سبا, خیلی خدمت مندایی تلویزون نگاه, با خانم کاری کاری بامبو با نیادگاری, کارمندای زنده باشه خیلکت خدمتگاری. آمدم از رای سرک جای شکردم درک, مسلمانان زنده باد عیدتان مبارک. خاطری دوست تا یا جم کجولا را دیدم, روزی بسیم فدر سید دیدم پیاده می رفت, بیارو تک و تنها از بینی جاده می رفت. با بغلان است جای
اجازه بینین تا همینجا کنم بس همیشه شنید واقعا عالی بود تا آهنگایتان آقای بغلانی در رابطه با گروپتان بگوینی که اینا را گروپی که با خود دارین در مجالس هم اشتراک میکنین یا زمان که دوستایتان از شما تقاضا کنه که با برین در محافلشان بخوانین تشکر زنده باشه خوارقان ما گرچه فضل خدا پیش از ماه مبارک رمضان در یک شب هم بیکار نبودیم دیگه در محافلای دوستا دیگه ضیافت در هتلای عروسی یا یگان محافلای چی که میریم دسته ساز مکمل نمیاد آرسی هم است رباب دولک این چیزا در دسته ما است باز یکان دوستا خواهش میکنه که یک دنبوره و غیجک زیر بغلی باز دسته مکمل من این دسته محلی است خب اینا را دوستایتان بوده که یاد داشته هر کدام در گروپ خود آوردین یعنی چی رقم چطور یک گروپ تشکیل دادین تشکر زنده باشی یا که است دیگه 4-5 سال میشه تو کیمه هم دوست، هم رفیق، هم برادر، هم اندوال، هم نوازنده هم همکار هم همکار بله و همچنان زهره جان از آقای بغلانی بشنویم که تنها در خانواده فقط شما میخوانین، مینوازین یا دیگه اعضای فامیل هم علاقه دارن تشکر زنده باشی دیگه برای فعلا خو یک خودم هستم میخوانم دیگه یک بیادره خوردم هست و خو مکتب میخوانم یه امیر خان خاکسارم که از بیادرم ناو دیگه همون تو یک کمون تو یکان محفل ها روان میکنم یه هم میخوانم هم دنبوره می نوازم میخوانم بله خوب آقای بغلانی شعرهایی که استفاده میکنین شعرها از که از خودتان همی دقیق که اجرا میکنین در ذهنتان میایه یعنی به شعرها آماده است یا کسی دیگه هست یا خودتان شعر از خودتان است تشکر زنده باشی یا هنگای قطغنی را که میخوانیم نون در نون ختم میکنه واو در واو ختم میکنه از ما فصل خدا اگر تا صبح بخوانم قطغنی نون در نون ختم میکنم کلش یک رقم از خودم جور خود سعیست آقای بغلانی فعلا از شما آهنگ میشنویم یار یاری دیگری دارد ما را چکنم آهو فریاد ممی گم شده را را چکنم یار یاری دیگری دارد ما را چکنم آهو فریاد ممی گم شده را را چکنم کبر سر تا قدمش مرغ هوا را چکنه او که صدها چمن گل خریدار دیگر نرخ بالا شده و عرضی گدارا چکنه یار یاری دیگری دارد و ما را چکنه آه و فریادی منی گم شده را را چکنه آه و فریادی منی گم شده را را چکنه در بدر و به سر و پارا چکنه دم خانیمت بوده امروز جوانی گذرد مفلس و در بدر و به سر و پارا چکنه یار یاری دیگری دارد و مارا چکنه آه و فریادی منی گم شده را را چکنه آه و فریادی منی گم شده را را چکنه
کی اندک نظری سوی رفیق نکند، کبر سر تا قدمش مرغی هوا را چکند. او کی اندک نظری سوی غریبان نکند، کبر سر تا قدمش مرغی هوا را چکند. یار یاری دیگری دارد و مولا چکند، آه و فریاد منی گم شده را را چکند. سر تا پا قدمش قلبی غریبان شکند، در دلش رحمی نبود ترس خدا را چکند. کنه تعریف جمالش همه کس در همه جا، شده خاکسار مزایم دیگر را چکند. شده خاکسار مزایم دیگر را چکند، یار یاری دیگری دارد ما را چکند. آه فریاد من. بله بسیار مقبول اجرا کردین آقای بغلانی، و همچنان میشه بگوین که شما فقط در آهنگای محلی علاقه دارین میخوانین یا آهنگای دیگه هم علاقمند هستین تا حال خواندین یا خیر؟ تشکر، زنده باشی خواهر قند. ما برای فعلا یک آهنگ از آرگی آماده کردیم که بعد از اگه اجازه تان باشه ما آهنگ از آرگی را میخونیم. دیگه ما اگه 50% قطغنی میخونم، یک 30% خواندن های از آرگی خوشم میه و خواندن آرام میکنم. دیگه خواندن پشتو هم یکان خواندن آرام میکنم. کلش بلد هستم انشاءالله. بسیار عالی. باز بدون دنبوره هیچ تال خواندین یعنی علاقه دارین بخوانین یا خیر؟ بدون دنبوره هم یکان جای خوانده مدا باز یکی هسته اما سور و لیم دادیستم. خب بسیار عالی. گلم ناز و ادای تو یاد نمانده، صدای خنده های تو یاد نمانده. سلام کردم جواب ندادی ای گل، همون نور من صدای تو یاد نمانده. همون نور من صدای تو یاد نمانده. صدای تو یاد نمانده، امون نور بان صدای تو یاد نمانده،
عالی بود آقای بغلانی، زیبا خواندین و تشکر از اینکه از طریق هنرتان میتونین در روزهای عید واقعا لبخند را و خوشحالی را در تمام مردم افغانستان بیارین، مردم رنج دیده افغانستان. در آخر پیام و گفتنیتون را میگیریم. تشکر، زنده باشی، آرام باشی. دیگه کدام پیام خاص ندارم، پیام ما در کل مردم ملت افغانستان همی است که باید کل فرق نباشه، کل یک ملت هستیم، یک مسلمان هستیم، دیگه یک رقمی باشن که کلشان مثل یک برادر وری یک متحد باشه، وطن جور کنن. دیگه خداوند، دیگه بازم در آخر دعا میکنیم که ما و شما را از فقر و انتحار و انفجار و از این گپا دیگه در امان داشته باشه. بله، ممنون از اینکه برنامه ما را رنگین ساختین. بله، تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شما هم دیگه، تشکر از کل بیننده ها، تشکر از شما که خدا کنه همراه ما با زحمت نشده باشید. بله، خوب نواختن دوستایی که در کنار شما بودن، تشکر از همکارای از تک تک شما، خوب نواختین و امیدوار هستم روزهای عید را بسیار به خوبی و خوشی بگذارنین و هر روز زندگیتون مثل عید باشه. تشکر زنده. بله، بیننده های عزیز، میریم طرف یک میان برنامه، دوباره برمیگردیم.